با درود بر شما دوستان، مانی زعیم هستم. با یک ویدیو کوتاه در رابطه با DCS، منوهای DCS در خدمتتون هستم. اگر که ویدیو قبلی رو دنبال کرده بوده باشید و اگر که از طریق حالا ایگل داینامیکس، از طریق digitalcombatsimulator.com DCS رو دانلود بکنید و اگر که در همون اکانت، در همون وبسایت اکانت ساخته بوده باشید و اگر که به اینترنت وصل باشید، میتونید که بعد از اینکه DCS رو لانچ کردید یوزرنیم و پسوردتون رو وارد بکنید، لاگین بکنید، اتنتیکیت میکنه و این با یه همچین صفحه‌ای مواجه خواهید شد. حالا بک‌گراند من متفاوته، احتمالاً شما یه همچین بک‌گراند دارید و طبعا ممکنه که ماژولایی که دارید متفاوت باشه و یا اصلا ماژولی رو همچنان خریداری نکرده باشید. در نتیجه اینا به صورت تمام این آیکون‌های پایین به صورت خاکستری خواهد بود. زمانی که DCS رو لانچ میکنید، پایین سمت راست میتونید ورژن DCS رو ببینید. اگر که بخوایم این، حالا این ورژن مقدار تو اسکرین من البته به خاطر رزولوشن قابل خوندن نیست، یه ذره سخت هست. اگر که من مالتی پلی رو بزنم، بالا دوباره همین شماره رو دارم که در حال حاضر 281.34.66.7 ورژن حال حاضر DCS من هست. میتونید ورژن رو ببینید اگر که لازم داشته باشید. پایین ماژول های شما، ماژول هایی که میتونید خریداری بکنید و یا ماژول هایی که خریداری کردید رو خواهید دید که البته چیزی جز شماتیک، چیزی جز نما نیست و بعضی مثلا به صورت مثال من 301 رو ندارم، وقتی روش کلیک میکنم میگه که میتونی خریداری بکنی یا میتونم کردیتس رو ببینم. ولی مثلا ماژول به فرض A10C رو دارم، اگه کلیک بکنم ممکنه که یه والپیپری هم برای خودش داشته باشه. این پایین رو در واقع ما لانچرامون خواهد بود، ولی میگم خیلی کاربردی نیست. بعضیاش اینستنس اکشن داره، مثلا روش میتونم کلیک بکنم و یه لیستی از اینستنس اکشن به من میده که سمت راست رو هم در واقع همین منو رو داره. سمت چپ یه ارو هست، زمانی که روش کلیک بکنم یه فلش هست، اخبار رو می‌نویسه و لینک به خبر رو. بالا قسمت ماژول ها رو دارم، قسمت ماژول منیجر رو دارم که اگر کلیک بکنم لیست ماژول ها همراه با قیمتش برای من میاد. اگر که باندلی موجود باشه میتونم کلیک بکنم و ببینم available DLC، DLC هایی هستش که من خریداری کردم و یا ترین هایی که میتونم خریداری بکنم. البته عذر میخوام، available DLC لیست کمپین ها هست که میتونم خریداری بکنم و یا اگر که بتونم خریداری بکنم. مثلا میبینیم که کمپین MadJF17، من نمیتونم این کمپین رو بخرم به خاطر اینکه هواپیمای JF17 رو ندارم، ولی مثلا Persian Gulf رو دارم. بعد میگه خودش جا توضیح میده که این کمپین requirementش چی هست. و قسمت اینستالد به شما در واقع نشون میده که چه ماژول هایی رو شما دانلود دارید و میتونید اینستال بکنید. من میتونم دیزیبل بکنم اگه هر کدومو که نخوام، و یا میتونم دیلیت بکنم. همینطور لیست کمپین ها و مپ ها. اسم اکانت من هست، اگزیت هست که میتونم برم بیرون، و آفلاین مود که بخوام آفلاین بکنم. چرخنده که خب ستینگ هست، واردش خواهیم شد. سمت راست این سنت اکشن رو دارم، اگر که مثلا بخوام یه پرواز سریع انجام بدم یا چیزی بخوام تست بکنم میتونم ماژولم رو انتخاب کنم، مثلا F16 مپ رو انتخاب میکنم، به فرض میگم نوادا، و بعد یک لیستی خواهم داشت از اینستنت اکشن یا میشن های خیلی کوتاه و یا میشن هایی که اویلیبل هست برای، معمولا برای تست استفاده میشه. create fast mission، میتونید یک میشن سریع بسازید. من هر وقت استفاده کردم خیلی
راضی نبودم. قسمت میشن، میشن هایی که دارید رو براتون لیست میکنه، میتونید انتخاب بکنید بنا به ایرکرافت و پرواز بکنید. بعضیش میشن های جالبیه، میشن هایی که خود ایگل داینامیکس اگه رو هر ماژول کلیک بکنید به ایگل داینامیکس گذاشته برای هر ماژول، و یا مای میشن لیست میشن هایی هستش که خودتون بسازید و در فولدر میشنز باشه که آدرسش میتونید از طریق سی یوزرز اسم یوزر نیمتون و بعد اگر که DCS Open Beta باشید DCS Open Beta و بعد فولدر میشنز، در اونجا لیست میشن ها خواهد بود. البته من یک بار دیگه مسیر رو بگم، مسیر رو اشتباه گفتم. یوزرز اسم سی یوزرز اسم یوزر نیمتون، سیوید گیمز جا انداختم و بعد dcs.openbeta و بعد missions که لیست میشن ها خواهد بود. کمپین، کمپین هایی هستش که یا دانلود کردید یا خریداری کردید. قسمت مای کمپین، کمپین هایی هستش که من دانلود کردم. قسمت اگه رو هر کدوم کلیک بکنم کمپینی داشته باشه، یا کمپینی که به فرض خریداری شده، یا کمپینی که به صورت رایگان در گیم قرار داده شده. قسمت مالتی پلیئر برای وارد شدن به مالتی پلیئر هست. اینجا میتونید کال ساینتون رو وارد بکنید به عنوان کویک نیم. تعداد سرورها رو مشخص میکنه. اینجا یه سری فیلتر دارید، در واقع این فیلتر هست، میتونید فقط شما این رو کلیک بکنید و فقط سرورهایی رو ببینید که با ماژول های شما مپ و ماژول مچ میشه. این گارد اگر که مشکل انتگریتی چک داشته باشید، این گارد سبز رنگ به قرمز تبدیل میشه و روش میتونید نگه دارید و ببینید که چه فایلی هستش که کراپت شده، یا خودتون ممکنه تغییر داده باشید و اجازه ورود به بعضی از سرورها نخواهید داشت. و سرورهایی که اینجا میبینید گارد سبز رنگ بغلشون هست، سرورهایی هستن که پروتکشن دارن و اگه پروتکشنشون نو باشه، اگر گارد شما سبز نباشه میتونید وارد بشید. اگر پروتکشنشون ترو باشه، پروتکت شده باشن، این گارد سبز رنگ رو داشته باشن، شما نمیتونید وارد بشید اگر که پروتکشنتون سبز نباشه و در واقع اگر که اینتگریتی چک رو پس نکنید. این فلش خب قطعا ریفرش میکنه لیست تمامی سرورها رو. من میتونم با آی پی، بعضی اوقات دوستان مشکل دارن سروری رو نمیبینن ولی آی پیش رو دارن، میتونن آی پی ادرس رو وارد بکنن و با آی پی ادرس وارد بشن. اگر که پسورد داره اون سرور، باید پسورد رو وارد بکنن. قسمت پسورد اینجا برای فیلتر هست. مثلا من میگم که سرورهایی رو میخوام ببینم که اینا لیست تمامی پابلیک سرورها هست و پرایوت سرورها. اونایی که پسورد پروتکشنه، بعضیاشون هستن که پابلیک سرورن اما پسورد پروتکشن داره، میتونید که وارد دیسکوردشون بشید یا اینفورمیشن سرور رو چک بکنید. اونجا به شما گفته میشه اگر که سرور پسورد داره، مثلا سرور هاگیت سرور پابلیک هست ولی پسورد داره، از شما میخواد که وارد دیسکوردش بشید، وارد وبسایتش بشید، اونجا میتونید پسورد رو دسترسی پیدا بکنید و حالا دلایل خودشون دارن هر کدوم. اینجا میتونم فیلتر بکنم، مثلا بگم که پسورد پروتکشن نمیخوام، پروتکشن میخوام. لیست پلیر رو میتونم فیلتر بکنم، بگم مینیمم چند تا پلیر داشته باشه در حال حاضر، مثلا میگم 5 تا، مکسیموم چند تا داشته باشه میتونم فیلتر بکنم. پینگ تایمم رو میتونم فیلتر بکنم، اگر که مپ خاصی رو مثلا شما نمیخواید براتون بیاره، مثلا من مپ سیریا رو نمیخوام، فقط میخوام مپ قفقاز باشه، قفقاز رو میتونم اینجا فیلتر بکنم و ببینم. حتی ریژیونتون رو میتونید اینجا عوض بکنید، دوباره فیلتر بکنید، مثلا بگید ریژیون فقط اروپا میخوام باشه، اشیا، چون به فرض مثلا ممکن سرورهای چین یا ایشیان زیاد باشد نخواهید ببینین به دلیل زبانشون و بحث های اینچنی، ممکنه یوروپ رو بخواید انتخاب بکنید، و یا اینکه حتی اگر بخواید فقط سرورهایی که فیوریت کردین رو ببینید. و خب تو این کالم ها مشخصه فیوریت شده ها هست، اینکه پاسپورت پروتکشن شدن یا نه، این قفلین رو نماد به اصطلاح این پاسپورت پروتکشن هست، خود پروتکشن انتگریتی خود سرور هست، و اینکه اگر که سرور ماد درش نصب شده باشه، البته
عذر میخوام این نیست، این مشخص میکنه که تریال اونلی کلاینتس به صورت الوت هستن یا نه. خیلی از سرورها معمولا دوست ندارن یا اجازه نمیخوان بدن که پلیرهایی که فقط هیچ ماژولی خریداری نکردن و تریال اونلی هستن نتونن بیان، به خاطر اینکه خب پلیرهایی هستن که معمولا یا ممکنه که پلیرهای روتین نباشن یا آخر هفته طرف یه چیزی شنیده دانلود کرده و خب نه ممکنه که نخوان پلیرهایی که تجربه ندارن وارد سرورشون بشن. این ستینگی هستش که سمت سرور به اصطلاح تنظیم میشه. راجب تریال اونلی من صحبت نکردم تو ویدیوی قبل. وقتی که اکانت میسازید میتونید که هر ماژولی رو که بخواید به مدت 2 هفته به صورت ترایال امتحان بکنید و این نکته مهمی بود که بعد اشاره میکردم، متاسفانه فراموش کردم. ممکنه که شما بخواید که به فرض یک ماژولی رو امتحان بکنید و نخواهید در ابتدا خریداری بکنید، مثلا بگیم هلیکوپتر آپاچی. اگر که آپاچی برای ترایال اونلی اویلیبل باشه، در دسترس باشه، میتونید که وارد اکانتتون بشید قسمت لایسنس و اونجا یک ماژولی رو، هر ماژولی رو که میخواید، به مدت 2 هفته بایند کنید به اکانتتون و اون ماژول رو دانلود میکنه و میتونید اون رو به صورت ترایال، به صورت تست میتونید تا 2 هفته داشته باشید و از اون استفاده بکنید. شامل مپ هم میشه، شامل ایرکرافت و ارشمت که هلیکوپتر رو همه چی خواهد بود، به غیر از کمپین. کمپین ها رو نمیتونید به صورت ترایال داشته باشید. کالم بعدی سرور نیم هست، مپ، میشن نیم، تعداد پلیرها، مدت زمانی که سرور آغاز شده و زمانی که در روز روی به اصطلاح اون میشن خاص تنظیم شده. و خب البته اگر که شما هر سروری رو کلیک بکنید، پایین سرور دسکریپشن رو داره، میشن دسکریپشن رو می‌نویسه، اینکه کدوم کوالیشن بلو یا رد، چه هواپیما چه ماژول هایی دارن و هر شبت که مشخصاتی که میشن داره. قسمت لاگ بوک، لاگ بوک شما رو نشون میده که نمیدونم سال یه بارم چک نمی‌کنم، برای بعضی ممکنه مهم باشه. انسایکلوپدیا براتون میاره. قسمت ترینینگ قسمت خوبی هست براتون، یه سری میشن هایی میاره که از پیش برای ترینینگ، برای آموزش اون ماژول ساخته شدن. میتونید که رو هر ماژول کلیک بکنید، یه سری ترینینگ داره و میتونید ترینینگ هاشو برید و به صورت خیلی خیلی پیش و پا افتاده میتونید اون ماژول رو شروع بکنید. قسمت میشن ادیتور برای ساخت میشن هست، واردش نمیشم، میذاریم برای یک سشن دیگه. و قسمت ستینگ قسمت مهمیه و وارد ستینگ ها میشیم. من چند تا ستینگ مهم رو خدمتتون عرض میکنم که ممکنه که رو سیستم تأثیر بذاره و بقیهش با خود شما خواهد بود. قسمت ترین تکسچر میتونه خیلی FPS بگیره و در صورتی که واقعا ممکنه بهش نیاز نداشته باشید، اگر که اینطور هست روی لو بذارید. قسمت واتر همینطور، واتر میتونه از شما باز خیلی FPS بگیره. سیویل ترافیک رو من توصیه میکنم آف کنید اگر که احتیاج بهش ندارید. ویزیبل رنجتون رو مکسیموم های بذارید، اگر که رم، سی پیو و جی پیو خوبی دارید از های به بعد، یعنی مثلا اولترا یا اکستریم بذارید برای خودتون. هیت بلور رو من آف میکنم، پرفورمنس زیاد میگیره. شادو رو توصیه میکنم که روی لو یا مدیوم بذارید، ولی شادو رو آف نکنید به خاطر اینکه اجزای داخل کاکپیت خیلی گرافیک بدی خواهد داشت، روی گرافیک کاکپیت هم اثر میذاره. سیکندری شادو به اصطلاح اون حالا سایه دوم، ترجمه درستی نیست ولی نیم سایه هست اگه اشتباه نکنم در فارسی میگیم، و میتونید آف یا آن داشته باشید که بر روی فقط، اگر من اشتباه باز نکنم، رو کریر فقط تأثیر داره. رزولوشنتون هست، رزولوشن رو میتونید تنظیم بکنید. بقیه ستینگ ها رو من فکر میکنم حالا میتونید اسکرین رو، میتونید ویدیو رو پاز بکنید و
اون چیزی که هست من گذاشتم، بذارید ماشین بلر فکر نمی کنم استفاده داشته باشه براتون اگر که نمیخواید سینماتیک کار بکنید. SSAA براتون من 4K رام میکنم، برای من آفه اگر که توی 1080 HD یا فول HD رام میکنید این رو میتونید. ولیو های متفاوتی داره، تا اونجا که یادم باشه 1 داره، 1.5 و 2 میتونید بذارید. قسمت دیگه که خیلی از تون میتونه FPS بگیره به خصوص اگر هلیکوپتر پرواز نمی‌کنید کلاتر گراس هست. این رو کمش نکنید، یا ببندید صفر یا ماکسیمم بذارید. فارست ویزیبیلیتی رو توصیه میکنم بیارید روی 70%. فارست دیتیل فاکتورز رو اگر که باز هلیکوپتر استفاده نمی‌کنید این رو ببرید مینیمم. سینر دیتیل فاکتور هم همینطور، اگر که هلیکوپتر پرواز نمی کنید، اگر که سیستمتون نمیتونه گرافیک خوبی بهتون بده این رو کم بکنید تا مینیمم ببریدش. پریلود ردیوس اگر که زیر 16 گیگ رم دارید، من توصیه‌ام روی تقریبا روی 700,000 هست، بیاریدش برای 700,000، یه ولیوی بین 700 تا 100,000 یا حتی کمتر. اگر که حالا کمتر منظورم 100 نیست، ولی بین 700,000 تا 1,000,000 ولی خوبی. اگر که بالای 32 گیگ رم دارید من تا ماکسیمومش گذاشتم. چیمنی اسموک دنسیتی، اگر که این اسموک دنسیتی رو مشخص میکنه، اگر که دوباره ممکنه اذیت کننده باشه براتون کمش بکنید. ولیو مثلا 2, 1, 2, 3 ولیوی خوبیه، اگر که نه 5. گاما دست خودتون. FOV رو که من دست نمیزنم 78 درجه خوبه. انیستروپیک فیلترینگ رو 8 یا 16 مناسبه. اگر که کارت گرافیکتون اذیتتون میکنه، اونجا اگه شادو رو پایین آوردید گذاشتید روی لو یا میدیوم، من توصیه میکنم فلت اونلی اگر خیلی اذیت شدید ببرید، آف نکنیدش. در اینجا ترین آبجکت شادوز رو بذارید رو فلت، این باعث میشه که شادوی خود ترین رو براتون به اصطلاح مثلا میگم برج خلیفه رو اگه دارید یا برج العرب، این رو شادوش رو زمین پردازش نکنه و توصیه میکنم فلت بذاریدش اگر که اذیتتون میکنه. باز دوباره اگر دیدید که همچنان تمام این ستینگ ها رو اعمال کردید ولی همچنان دارید اذیت میشید، FPSتون پایینه، گلوبال کاکپیت، کاکپیت گلوبال الومینیشن رو میتونید آف بکنید. خیلی تأثیری نداره واقعیت آف یا آنش، اگر که میخواید گرافیک خیلی خوب بگیرید تأثیر براتون داره، اگر که گرافیکتون رو اذیت میکنه ارزش نداره این رو حتما آف بکنید، چون احتمالاً خیلی سیتینگ های دیگر قربانی کردید، در نتیجه تأثیرگذار نخواهد بود. وی سینک رو از بیرون انویدیا کنترل نکنید، در داخل گیم کنترل بکنید. اگر که وی سینک احتیاج دارید وی سینک رو آن بکنید. رین دراپ دراپلتس اگر که میخواید که وقتی که هوا بارونیه قطره بارون بخوره روی کاکپیت، مثلا میخوام کانوپی، میتونید که این تیک رو بزنید. من ستینگ های متفاوتی دارم برای هلیکوپتر و هواپیما، ولی خب این مکس ستینگی هستش که گذاشتم، بعضی وقت اذیت میکنم، ممکنه که احتیاج داشته باشم کم و زیاد بکنم. قسمت کنترلر اگر وارد بشید سمت چپ بالا ماژول هاتون رو میبینید، لیست ماژول هایی که دارید معمولا به دو قسمت گیم و سیم تقسیم میشن، بالا با گیمش کاری نداریم. تو قسمت سیم مثلا میگیم که F18 سیم به فرض یا F16 سیم داره و ایزی داره، حالا میذاریم روی سیم مثلا، میتونید که ببینید تمام کنترلر هایی رو که میتونید مپ بکنید. اما چیزایی که مهمه اینه که تو این کاتگوری قسمت اکسیس کامند میتونید از این بالا دسترسی پیدا بکنید و یا از قسمت اکسیس اساین. من حالا میام از این پایین اکسیس اساین و اینجا در واقع مهمترین چیزی که شما دارید پیچ هست، هر شبت که رول هست و
اگر که رادیار دارید یا اگر که استیکتون زد اکسس داره میتونید که از زی اکسیس استفاده بکنید. اگر که رادیار دارید و بریک میتونید کار بکنه لفت اند رایت. اگر که نه حالا ممکنه که شما یک اهرم خاصی داشته باشید بخواید بعد بریک استفاده بکنید، میتونید که دوتا بریک رو با هم به یک اهرم به یک اکسس اساین بکنید. این قسمت قسمت مهمیه، قسمت اکسس. و اگه دوباره برگردیم all but access commands، تمام assignable کامندامونو داریم. قسمت مهم بعدی یا کاتگوری مهم بعدی هوتاس هست، hands of throttle and stick، که تمام کنترلر هایی هستش که بر روی استیک و تراتل قرار داره. ترجیح اینه که به صورت عالی، در واقع ایدئال اینه که ما بتونیم همه رو مپ بکنیم، اما قطعا ممکنه که استیکمون مناسب نباشه برای این هواپیمای خاص یا تعداد دکمه نداشته باشیم. در اون صورت شما میتونید مودیفایر رد بکنید، قسمت مودیفایر رو کلیک میکنید و مودیفایر میتونه هر چیزی باشه، میتونه یک کیبورد کامند باشه مثل کنترل، یا میتونه یک دکمه خاصی باشه روی جوی استیک و یا تراتلتون. این دیگه کاملا به خلاقیت شما برمیگرده که شما چجور بخواید این رو بایند بکنید. زمانی که من استیکم یه زمانی از لاجیتک 3DX Pro استفاده میکردم، خب باتن خیلی کم داشت و هواپیمای مثل A10C باتن خیلی زیاد داشت و مجبور بودم از تریم استفاده بکنم، تریم سویش. بعضی وقت کنترل رو استفاده میکردم با تریم، شیفت با تریم، آلت با تریم، حالا شیفت چپ، آلت چپ، کنترل چپ و کنترل و آلت چپ با تریم. میتونید از کامبینیشن اینا استفاده بکنید اگر که به اندازه کافی رو کنترلرتون دکمه ندارید که بخواید ست بکنید. تو قسمت گیم پلی میتونید که تنظیم بکنید. خب من قطعا توصیه میکنم که چیزهایی که میخواید تیک بزنید در واقع مارک بشه اینجا، چیزهایی که حالا از من وارد هر کدوم نمیشم ولی به نظرم کاملا مشخصه، سعی کنید که به صورت ریالستیک تا میتونید داشته باشیدش، بتونه جذابیت، نمیدونم، بستگی به خودتون داره، برای من جذابیت بیشتری داره. اگر که فقط F14 پرواز میکنید، اگر که فقط F14 پرواز میکنید، ویک توربلنس رو بردارید در حال حاضر، به خاطر اینکه فلایت مدل F14 هیت بلور با توربلنس هست. در نتیجه شما وقتی وکتور بلنس رو اینجا آن میکنید و یا تو مشنتون آن میکنید، باعث میشه که این دابل بشه. اگر که 14 پرواز میکنید حتما این وکتور بلنس رو آف بکنید و میبینید که مثلا من اینجا این پایین تیک زدم که برای مشن ها این رو پریستی که دارم و به اصطلاح فورس نکنه، پریستی که معذرت میخوام من دارم رو فورس بکنه و از میشن استفاده نکنه، به خاطر اینکه مثلا بعضی از میشن ها ایزی کامیونیکیشنه، من نمیخوام بفرض، یا مثلا وکتور بلانس نداره، من میخوام که حتما فورس بشه وکتور بلانس داشته باشه. اما گفتم اگر که F14 پرواز میکنید فقط وکتور بلانس رو آف بکنید، یا اگر زمانی که قراره F14 پرواز بکنید توی سرور خاص، ممکنه که اونا تو سرورشون وکتور بلانس رو زده باشن تو میشن و شما همینجا بزنید این دوب میشه، این رو آف بکنید. قسمت آیکون هایی که توی مشن ایتور نشون داده بشه نیتو دارید و راشن. من چون یه ماده خاص دارم گذاشتم راشن، ترجیح هم نیتو، بستگی به شما. اوینیک لنگویج انگلیش هست برای من. یونیتستون میتونه متریک باشه یا امپریال، که من از امپریال استفاده میکنم. جی افکت سیمولیشن میتونه باشه، گیم یا نان، من سیمولیشن دارم. لیبلز دست خودتونه چه جور بخواید باشه لیبل رو، در داخل گیم با شیفت چپ و F10 میتونید کنترل بکنید. اگر که شیفت چپ رو بگیرید F10 رو بزنید، میتونید توی این به اصطلاح بچرخید، سایکل بکنید بین آپشن های مختلف لیبل. قسمت میسلنیوس یا میسک، چیزی که خیلی مهم هست اینه که رندوم سیستم فیلیور تیک نخورده باشه. بقیهش کاملا دست خودتونه که چی دوست دارید تیک بزنید یا نزنید، اینا کاملا آپشناله به نظرم، البته همه چی آپشناله، حالا
خیلی اهمیتی نداره، ولی این رندوم سیستم فیلیور ممکنه که از نخواهید داشته باشیدش، به صورت رندوم نخواهید چیزی فیلیور بده داخل هواپیما. و آره چیز دیگه ای فکر نمی کنم اینجا اهمیت آنچنانی برامون داشته باشه. تو قسمت آدیو میتونید که، و البته فورس فیدبک هست، اگر که استیک فورس فیدبک ندارید بعضی وقت به صورت دیفالت این آن هست. اگر که استیکتون، اگر که از استیک معمولی استفاده میکنید یا نمیدونید استیکتون فورس فیدبک، احتمالا از استیک معمولی دارید استفاده میکنید، پس فورس فیدبک رو انیبل نکنید. استیک های فورس فیدبک استیک هایی هستن که با موومنت خیلی کم با فشار در واقع سنس میکنه و متوجه میشه که چقدر مثلا هاپمو باید رول بزنه یا پیچ داره. اگر که استیکتون تکون میخوره و موومنتش رو میتونید ببینید بیشتر از 1 سانتی متر داره استیکتون تکون میخوره، پس فورس فیدبک نیست. این رو آف بکنید. قسمت اودیو رو تنظیم میکنید که البته بستگی باز به خودتون داره. من توصیه‌ام اینه که ستینگاتون رو مثل ستینگ من بذارید، بسته باز به خودتون داره. من هیر لاک این هلمت رو دوست دارم، ممکنه که صدا کم بشه برای شما و دوست نداشته باشید، میتونید برش دارید. تب اسپشیال، مطمئن بشید که اگر که از VR استفاده نمی کنید قسمت VR تیک نخورده باشه، لیپ موشن تیک نخورده باشه و کپتو گلاف هم تیک نخورده باشه. هر ماژولی که دارید میتونید اینجا مراجعه بکنید و ست بکنید، ستینگ های مختلف. مثلا من برای F5 یک کاکپیت کاستومایز دانلود کردم که مقدار حالت ویژوال افکت، ویژوال در واقع ویژوالایزیشن بهتری داره، رنگ های مقدار پر رنگ تر هستن. حالا این بستگی کاملا به خودتون داره و یه سری تنظیمات خاص دارید میتونید استفاده بکنید و اون چیزی که مدن نظرتون هست رو ازش استفاده بکنید. باز تو قسمت وی آر مطمئن بشید که ویچوال ریالیتی تیک نخورده، اینا چون باعث میشه که گیمتون تاثیر پرفورمنسی بذاره. و این ستینگ های مهم بود که خدمتتون عرض کردم. دارم دوباره نگاه میکنم ببینم چیزی رو از قلم ننداخته باشه. بله، فکر میکنم ویدیومون اینجا ببندیم. در ویدیوی بعدی راجع به مشن ریتور صحبت میکنم که خیلی کوتاه چطور یک هواپیما رو بتونید قرار بدید برای خودتون و بتونید پرواز بکنید. روز خوبی داشته باشید.